تیم‌های سهمگین ما را هراسی نیست. بعد از بازی مبارزان خلیج عدن 2، بازی سربازان ابدی بازی است در سبک تیراندازی اول شخص که به موضوع دفاع مقدس می‌پردازد. در این بازی خاطرات یکی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس روایت می‌شود. توی بازی سربازان ابدی شخصیت اصلی این عنوان یک جانباز جنگ تحمیلیه، یک فرد میانساله که به خاطر زایای عصبی PTSD که باعث میشه در واقع بین زمان حال و گذشته خودش درگیر باشه، ما فلش فوروارد هایی رو بین زمان خواهیم داشت و خاطرات این فرد رو مرور میکنیم. در این بازی عملیات‌های مختلفی از جمله عملیات کربلای 4 طراحی شده است و برخی از تصاویر محیط بازی نیز به صورت واقعی شبیه سازی شدند. بازی سربازان ابدی برای سیستم عامل ویندوز طراحی شده است و در طراحی آن یک تیم 13 نفره از برنامه نویسان و طراحان حضور دارند. اینجا بخش طراحی مرحله است. ما به واقع اینجا اسیتا و یا کدای مربوطه رو میگیریم، بعد اینجا مربوط به پیاده سازی مراحل میشه که مستقیما پلیر با بازی در حال ارتباطه. بعد بر فرض مثال ما اینجا مسیر این که پلیر از کدوم طرف باید بره و دشمن ها از کجا باید بیان و ما اینجا پیاده سازی میکنیم. اینجا بخشیه که در واقع انیمیشن ها و مدل ها وارد این قسمت میشه و به عبارتی تلفیق میشه با برنامه نویسی و کار فنی روش اتفاق میفته تا بتونی بازی خوب شکل بگیره. در حال حاضر بازی سربازان ابدی حدود 70% از مراحل تولید خود را پشت سر گذاشته است و در طراحی آن از موتور بازیسازی یونیتی استفاده شده است.